این ذهن شماست. خب ذهن خودتون رو مثل یک لیوان خالی تصور کنید. هر چیزی که داخلش بریزی نگه میداره. میتونی داخلش سیانید بریزی یا اینکه داخلش شیر بریزی، نگه میداره. لیوان هیچ تأثیری بر مایه درون خودش نداره. مایه تنها به سادگی در اون باقی میمونه. ذهن شما هم همین کارو میکنه. پس بیاین تصور کنیم این ذهن شماست و فرض کنیم شما چیز بدی رو مثل این داخل ذهنتون میریزید. به شبکه‌های خبری مثل CNN، فاکس نیوز و غیر گوش میدین و برنامه‌های پوچ و بیهوده نگاه میکنین. با این کار تنها اطلاعاتی منفی، بی ارزش، احمقانه و نادرست رو وارد ذهن خودتون میکنید. همونطور که میبینین، زمانی که ذهن شما با اطلاعات نادرست و بیهوده و پوچ پر میشه، دنیا رو از دید اتفاقات تیره، نادرست، بیهوده و پوچ میبینین که خیلی درد آوره، چون چنین دیدگاهی رو به ذهن خودتون دادین و ذهن شما دنیای اطراف خودش رو اینطوری میبینه. حالا اگه چنین اطلاعاتی و دیدگاه منفی، بی ارزش، احمقانه و نادرستی در ذهن ماست، باید چه کار کنیم؟ تنها کاری که باید بکنیم اینه که اونا رو خالی کنیم از همه این اتفاقات و اطلاعات. اگه قرار بود آبی پاک و زلال داشته باشیم، فرض کنیم این پارچه حاوی آب زلال و پاک که حاوی پیغام‌های امیدوارانه، مثبت، انگیزه بخش و ثروت آفرینه وارد ذهن شما بشه، مطالب انگیزشی که هر روز صبح می‌بینی، مطالبی که در داستان‌های موفقیت دیگران می‌خونی، بیوگرافی‌هایی که از آدم‌های بزرگ دنیا مطالعه می‌کنی، همه اینها، فرض کنین همه این مطالب امیدوار کننده، مثبت و الهام بخش در این پارچه آب باشه. خب حالا ما ذهنی سرشار از اطلاعات منفی، هراسوار، خطرناک و فاسد داریم. تنها کاری که می‌تونیم بکنیم اینه که این آب زلال رو روی اون بریزیم. به این کار ادامه بدیم. همچنان پر از آب زلال، پیغام‌های مثبت که پس از مدتی در نهایت لیوان یا ذهنی که در اختیارمونه، حاوی اطلاعات و احساسات پاک، زلال، پر امید و ثروت آفرینه. این یعنی ته انرژی، این یعنی زندگی. این همون چیزیه که می‌خوایم. البته این شما این که خوراک ذهنی خودتون رو انتخاب میکنید. رسمی که هر چیزی رو روی کنید. این رو مولیش کنید.